رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، صدای من سلام دارم بفرمایید. حالتون خوبه؟ من خوبم بفرمایید. خیلی ممنون، خواستم اول تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون، خیلی کمک کرده به هم مخصوصا به من. سوال من در رابطه با دختر 15 سالم ببخشید یه دختر 15 ساله دارم، من خودم از بخوام به درستی بدم این که ما با درست که نزدیک گوشی باشید و کمی بلندتر چون صداتون آهسته دارم عزیز. بله الان بهتره؟ خیلی خوب شد، مرسی، بفرمایید. بله ما استرالیا زندگی میکنیم، من یه پسر 20 ساله یه دختر 15 ساله دارم. سوالم راجع به دخترم. نه سب شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ بله من 42 سالمه، همسرم 46 سالشه. چه مدتی تو استرالیا هستید؟ تقریبا 4 سالی میشه. و به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ همسرم تو کار آیتی هستش، مهندس آیتی هستش، منم تو بیزینس خوندم و بیزینس میکنم. و اینکه قبلش هم ما نیوزیلند زندگی میکردیم، یعنی بچه ها نیوزیلند به دنیا آمدن، تقریبا 25 سال پیش اونجا مهاجرت کردیم. آیا ما قبلا با هم صحبت کردیم؟ بله من راجع به پسرم یه دو دفعه با شما صحبت کردم. خب حالا موضوع دخترتون چیه عزیز؟ بخ موضوع دخترم اینه که الان اینجا سال تحصیلی تازه شروع شده، سال ایشون year 10 هستن و اینکه 3 سال از در های اسکولش یه مدرسه اینجا شروع کرد که یه مدرسه دخترونه بودش و اینجا با کازینش میرفت مدرسه، یعنی به خاطر اون رفت اون مدرسه که دیگه با اون باشه. مدرسه خوبی هم بودش، یعنی جز رنکینگ های خوب بود مدرسه تقریبا. ولی الان تقریبا از وسط های سال پیش خیلی ناراحت و ناراضی از مدرسه، مدام به من یه مدرسه ما عوض کن، دوست ندارم اینجا برم. ما خیلی جدی نگرفتیم چون کلا دختریه که مدرسه رو خیلی دوست ندارم، چه مثلا دوست ندارم مدرسه، ولی دیگه از پارسال خیلی جدی. خب شما چرا مدرسه شو چرا اصلا مدرسه دخترانه فرستادی تنها؟ والا همین، ما از اول که اومدیم اینجا این خیلی دوستش با کازینش بره مدرسه. ما با کازینش، خب کازینش بیاد با او بره مدرسه مختلف. خب آخه دلیلش اینه که یکی یه دلیلش اینه که کازینش خب یه خانواده مذهبی هستن، خانواده پدر مادرش ترجیح دادن به خاطر اینکه با حجابه بره مدرسه دخترانه که راحت باشه. خب دختر منم براش فرق نمیکنه، فرق میکنه با اون باشه دیگه، رفت اونجا. حالا سوال من از شما اینه که یعنی امسال هم خیلی نارضایتی داره، میگه مدرسه من حتما عوض کنیم. خب حتی اون کازینش هم دوست نداره اونجا رو، میگه مثلا برم مدرسه دیگه. سوال من اینه که ما اگه به صلاحت های مدرسه اینو عوض کنیم بعد از سه سال دیگه هم داره های اسکولا، این که مدرسه دخترونه بره یا من چرا مثلا تعجب میکنم از شما، شما از ایران باشید رفتید ایران رو با خودتون بردید استرالیا؟ کاملا تفکیک جنسی اشتباهی بسیار بزرگی است. اولا ریشش بر یه تبعیض و یه بیرحمی مرد نسبت به زنه. بعد شما اومدید استرالیا، باز هنوز همون بازی شکست خورده مسخره بیمعنی که اساسش بر نابرابری و ظلم و زور و تجاوز و همه اون گرفتاری اون منطقه، بهانه این که خب اون مذهبی است. خب نمیدونم حالا یعنی چی؟ آخه چرا مذهب باید بگه که مرد و زن متفاوتن؟ چرا این بازی ها باید در بیاد؟ ولی اصلا اون بکنه دخترتو میخواد برگرده برگره، کازینش میخواد بیاد میخوادم نیاد، به شما چه مربوطه؟ بله نه حالا من سوالم اینه، حالا اون بیاد نیاد الان مهم نیست، مهم نیست. من سوالم اینه که اگه بخوام مرسش رو عوض کنم، آیا مثلا چون من شوهرم میگوش که از آقای دکتر بپرس، میدونیم که شما با مدرسه پرایوت مثلا موافق نیستیم، ولی گفتن شاید کیس با کیس فرق بکنه. این دختر من مثلا چون حالا این نظر نه ببینید از اولا یه ذره صبر کنید، من با مدرسه پرایوت در امریکایی که میشناسم مخالفم، من با جای دیگه خبر ندارم. یک دوم مسئله این است که دختر شما میخواد از این مدرسه بره یه مدرسه دیگه، از مدرسه دخترانه بره مدرسه مختلف، اصلا جایی برای سوال نداره از هیچ کس. بله درست. میگم میخواد یه اشتباهی رو تصحیح کنه. من تا حالا عرق میخوردم، الان دیگه میخوام نخورم. پرسش بکنید که آیا عرق بخوریم یا نخوریم؟
اون کار که اشتباس از من تعجب میکنم. شما اصلا به چه دلیل اصلا اومدید استرالیا؟ شما اگر خوشحال و راضی از اون شرایط و وضعیت و تفاوت و تبعیض بودید، برای چه اومدید استرالیا؟ نه خوشحال که واقعا نبودیم. خب پس برای چی اومدید اون کاری که اونجا غلط و بد بوده و به خاطرش ازش اومدید بیرون، اومدید تو استرالیا دو مرتبه پیادش کردید؟ بله حالا اونا که گذشته، دخترتون کاملا هر چی میروز عزیزم در تمام این موارد همیشه ارزانی بوده، جز در شرایط استثنایی که مسائل خاصی باشه که من نشنیدم. تصمیم بچه ها تصمیم نهاییه. بله بله. دخترتون پس شما اگر در مورد مدرسه پرایوت مثلا شما میگین تو امریکا مخالفین، اینجا خب مدرسه پرایوت اینی که خب خیلی دیسیپلین دارن و یه مقدار سختگیری دارن. من به اون دلیل نمیگم که مدرسه خود به پرایوت امریکا مخالفم. ببینید باز شما باز دارید یه نتیجه گیری میکنید. شما دخترتون دو تا گزینه داره، میتونه بره مدرسه خصوصی و مدرسه دولتی. سوال من از شما اولینه، درست؟ بله. هست جانید؟ بله. شما مدرسه خصوصی برای چی میخواید پول بدید که بچه بره مدرسه خصوصی؟ همین به خاطر، یعنی البته نظر شوهرم به خاطر اینکه خب چون دیسیپلین زیاد دارن، دختر منم یه مقدار خیلی بی دیسیپلین و یه مقدار سرسخت و قده، گفته شاید این براش خوب باشه دو سه سال آخر دبیرستان یه مقدار اونجا مثلا یه چیزایی رو یاد بگیره. شما نمیتونید دخترتون درست کنید با معلم مدرسه در کلاس 10 و 11 و 12؟ بابا شما ببخشید. نه من اینو پرسیدم نظر شوهرم، من گفتم شما جواب بدید که خودش بشنوه، چون من خودم نه مسئله این است که من نمیدونم عزیز من دید. من تفاوت مدرسه دولتی رو و خصوصی رو در امریکا میدونم، در جای دیگه نمیدونم، ولی دلیل نمیدونم که شما برید یه پول بدید بچه رو بسید مدرسه خصوصی، برای که مدرسه عمومی معمولا بهترن. اگر در یه جای استرالیا خب من مدارس پابلیک هستش که تو رنکینگ های خوب ما مگه بخوام جاش عوض کنیم میریم جایی که مثلا خوب باشه منطقه. پس شو تموم شد. پس بنابراین مسئله اونه، مدرسه خوبی است، دولتی هم از خرجم نداره. من نمیدونم چرا میخواید پول بدید. میخواید من آدرس بدم چه کارو برای من بفرستید؟ خیلی من جوابم گرفتم. اگه میشه من سوال دومم بپرسم. درباره چی هست سوال دومتون؟ سوال دومم در مورد مشکل خودم با خانوادم و مسئله کاری که با خانوادم دارم. سوالی باشه ولی سوال یعنی مشکل اینه که اصلا یعنی من با خانوادم بیزنس خانوادگی دارم، یعنی من و پدرم و برادرام. این یعنی چی بیزنس خانوادگی؟ یعنی چی؟ در ایران؟ نه نه همینجا استرالیا. مگر خانواده شما رو اونجا هستن همه؟ بله هم اینجا زندگی میکنن همش. شما که خودتون 4 سال اومدید، اونا کی اومدن؟ بله نگه ما بیزینسمون از اول در نیوزیلند بود، بعد منتقلش کردیم اینجا. یعنی چه بیزینسی؟ هتل بوده شما اونجا آوردیمش اینجا، الان همه همینجا کار میکنن. بنابراین شما یه هتلی دارید که همه اونجا کار میکنید. کیا هستید؟ بله من و پدرم و دوتا برادرم. آیا نسبت مساوی دارید و کار مساوی میکنین یا نسبت ها متفاوته، درصد ها متفاوته و کار ها متفاوته؟ یکی ممکنه 40 ساعت کار کنه، یکی 4 ساعت. نسبت از نظر زمانی میفرمایید؟ نه نه ببینید شما یه جایی که هستید شما ممکنه 10 ساعت در هفته کار کنید، یکی 50 ساعت. یکی اون برای مطلوب، یکی این که اصلا اگر فرض کنید الان این بیزینس فروش بره، فرض شما آنچه که مورد قبول همتون هست است که درصد هر کدام چقدر؟ بله دقیقا سوال من همینه. درصد این تا حدودا یک سال و نیم پیش همه چیز از لحاظ مثلا اسمی به اسم پدر من بود. ما خب کار میکردیم، چیز مشخصی درصد خاصی نداشت، هر کی حقوقی برمیداشت. ولی از پارس یک سال و نیم دو سال پیش پدر من اومد اینا رو مشخص کرد، ثبت کرد. ولی خب دقیقا من مشکلم همینه، اومد ثبت کرد به نام خودش و دوتا برادرام و من اینجا دقیقا نادیده گرفته شدم. و من الان 2 سال مشکلم با پدرم همینه که مثلا شما این کار که کردیم خیلی ناعادلانه بود و ایشون گفتن که خب نه حالا شما کارمند بودی، مثل کارمند کار میکرد، در حالی که از اول به من این گفته نشد. کسی هم نگفت از اول شما سهامدار هستید، ولی چیزی مشخص نبود. ما هم خب چون از اول این کار با هم شروع کردیم و حتی برای شکل گیری این بیزینس ها بیشتر من نقش داشتم، چون یه مدتی نبودن برادرام مثلا نیوزلند بعد اومدن،
و خیلی من خودم خیلی زحمت کشیدم برای راه اندازی این کار. خب احساس میکردم که خب مثلا منم هستم نقشی، یعنی سهمی دارم، یعنی فکر نمیکردم که آخرش اینجوری بشه. و الان یه سال خب رفتار اینگونه که شما میگید، خب رفتار پدرتون نه واقع بیدانه بوده نه عادلانه و منصفانه بوده. خب حرف این است که منم مانند برادرام اگر در اونجا نقشی داشتید، حالا به نزدیک به هم یا مساوی، اینگونه که میفرمایید شما فرض کنید 1000 ساعت وقت داشتید اونم همینطور، خب قرار چنین باشه. ولی آیا در خانواده شما این ماجرای پسری و دختری و همه این مسائل همه حل شده؟ با پدرم بحث که زیاد میکنم، ایشون دلایلی که برای من میاره، من میخواستم به شما بگم، شما مثلا به من بگین آیا ایشون درست میگن یا من. بفرمایید دلایلشون چی هست؟ دلایلشون اینه که خب ایشون قبل از این که این بیزینس هتل ما راه بندازیم و شروع کنیم، قبلش توی ایران یه بیزینسی داشتن که من در واقع اونجا نقشی نداشتم، خودشون و برادرم نقش داشتن و مثلا خیلی سال 20 سال مثلا تو اون بیزینس بودن و به خاطر مسائل مشکلات ایران و سانکشن و قیمت دلار و اینجور مسائل بالاخره تصمیم گرفتن این بیزینس رو ببندنش. و خب یه سری مشکلات و مثلا ورشکستگی اونجا داشتن که خب مثلا بابا پدر من میگه که خب ما اینجا صدمات زیادی خوردیم، من و دوتا برادرات، ولی شما داشتی زندگیتون کردی. بعد که ما اومدیم اینجا این بیزینس رو شروع کردیم، خب اونا حقشونه که به خاطر این صدماتی که زیادی که خوردن، این ریسکای زیادی که کردن مثلا تو زندگی بیزینسشون، خب اینجا این سهم اینطوری داشته باشن. ولی شما اومدی به من کمک کردی و مثلا به عنوان کارمند کار کردی، الان انتظار بیجاییه که بخوای من شما را مثلا سهامدار کنم. این حرفا رو زد و بالاخره بعد از یه سال دو سال کشمکش پذیرفت که بله حالا باشه، من از نظر بیزینسی قبول نمی‌کنم که شما سهمی داری، ولی از لحاظ احساسی باشه درست میگی، چون مثلا فرزند منی، دختر منی و این دسته احساس میکنی که بهت بدی شده، باشه من مثلا 10% از سهم خودم رو به تو میدم. اینو مثلا 3-4 ماه پیش به من تایید کرد، یعنی قبول کرد که این کارو بکنه. خب الان سهم برادرها و پدر چیه؟ صبر کنی مساوی هم به دوتا برادر فقط داده چیه؟ سهمشون در واقع اینطوریه که برادرم نفر 30% دارن و پدرم 40%. حالا در درصد هم درصد داده به شما. اوکی. خب اونا با هم یه سابقه کار دارن و به عنوان مرد بودن و شما خودتون با همسرتون زندگی خودتون رو داشتید. اینکه حالا بیاد شما بگید ما با هم برابریم، درسته که یه بیزینس تازه است در یک کشور تازه، ولی خب به هر حال سابقه قبلی همچنان معنا داره و مطرحه، مثلا وقتی که با مسائل مشکلاتی روبرو شدند و موانع و محرومیت هایی بوده. خب اینجا هم که شما اومدید، مهم این است که چه مقدار کار کردید. بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما 100 ساعت کار کردید تو این هتل برجو. برادرا فکر کنید چقدر کار کردن تو هتل، نه جای دیگه. دو برابر شما، 5 برابر شما، 10 برابر شما، چقدر؟ والا حقیقتش اینه که چند سال اول که اصلا حضور نداشتن، من فکر میکنم من اگه مثلا حضوری 100 ساعت کار کرده باشم، اونا به صورت غیر حضوری و ریموت شاید مثلا 20 ساعت 10 ساعت شاید 20 ساعت کار کرده باشن. خب از وقتی اومدن چی؟ از وقتی اون چند سال لغت چند داره؟ لغت چند بین 3 تا 9 من نمیدونم یعنی چی. شما چه مدتی بدون برادران کار میکردی؟ میتونم بگم از حدود 4 سال مثلا. یعنی 4 سال شما تو هتل کار میکردید، برادرها نبودند؟ نبودن، یعنی یه برادرم که در حال ایران چند بار مهاجرت کرد، ایران رفت استرالیا، اومد دوباره اومد نیوزلند، ولی حالت ریموت مثلا یه کارهایی انجام میداد ولی حضوری نداشت در واقع برای 3-4 سال. ولی الان 5-6 سال اخیر حالا حضورشون خب مثل منه، یعنی الان اگه مثلا اونا فول تایم کار میکنن، منم فول تایم کار میکنم، منم همینقدر وقت میذارم. خب وقت از نظر برداشت مالی تو این مدتی که هر سه کار میکنین چجوری بوده؟ هر کی چقدر بر میداره از اون مساوی بر میداره؟ الان دقیقا یه حقوق داریم که خب اونا از من خیلی بیشترن، یعنی اگر من مثلا خالب مثلا یه عدد نامانه مثال میگم، اگر من مثلا 10,000 حقوقم باشه، مثلا یه اونا مثلا 18,000 حقوقشونه.
آیا واقعا اگر فرض کنید اگر من مالک این هتل بودم به اونا 18 به شما ده میدادم یا اینکه همینم همینجوری انتخاب شده؟ چون یه زمان نیست که اونا به دلیل دانایی و توانایی و نوع کار و میزان کار و برچی هست نقشی که دارن 18 تا حقشونه، شما هم 10 تا حقتونه. یه زمان هست که نه، ما هم مساوی هستیم. ببینید عزیز، شما چرا اولا من سخت با این بیزنس های خانوادگی مخالفم؟ برای که مشکلات خانواده میره تو بیزنس، مشکلات بیزنس بیاد تو خانواده، اشتباه. حالا اون که شده، ولی شما الان هم آمدید اینجا. حرف من این است که خب مهمی که بیاد الان فرض کنیم من مالک اینجا هستم، به شما اگر 10,000 دلار میدادم یا 10,000 واحد پول هرچی هست، به اونا 18,000 میدادم یا نمیدادم؟ یا اونا حق و سهمشون بیشتره یا کمتره؟ نه، یعنی من فکر میکنم همین از لحاظ نقش و حالا دانایی و توانایی اگر من 10 تا بگیرم، به نظر من اونا باید مثلا 12-13 تا بگیرن اینطوری. و نه 18 تا. این اختلافی که الان هست به نظرم اصلا چیز نیست، عادل. آیا اونا قبول دارن؟ خب من در این مورد با برادرها که صحبت نکنم، ولی با پدرم که صحبت میکنم، ایشون میگن که خب اینا در واقع صاحب بیزینس هستن و به خاطر همین پس نقش بیشتری دارن شما، ولی نقشی که داری همینقدرم کافیه. عزم صاحب یعنی کسی که در کار سرمایه گذاری و ایجاد اونجا نقشی داشته. آیا برادران اونجا نقشی داشتن، شما نداشتید؟ نه اینطوری نیستش، در واقع نقش اصلی رو پدرم داشته در ایجاد این نقش، نه برادرم، ولی خب لازم سرمایه با اینا. ولی خب میگم من خودم فکر میکنم ناعادلانه است، به همین دلایل، چون اونا کار خاصی نکردن که الان انقدر مثلا نسبت انقدر بیش انقدر سهم داشته باشن. چرا اگر با خودشون صحبت کنید این حرفایی که من زدید به اونا بزنید به شما حق میدن؟ یا اولا حرفای شما ادعای شما رو قبول دارن؟ فرض کنید آنچه که شما گفتید در آن دو برادر و پدر باشن، منم در خدمتتون باشم، بگم حرفایی که دخترتون یا خواهرتون میزنه درستی یا غلطه، اونا تایید میکنن اول؟ نه حقیقتش چون با برادران صحبت نکردم، ولی فکر میکنم که یه برادرم حق بده، ولی یکیشون نه، به خاطر اینکه یکی کلن خیلی به نظرم منصف نیست، به خاطر اینکه همه چیزو برای خودش میخواد کلن. این مدلیه. خب همینجا گرفتاریست دیگه ازم، همینجا گرفتاریست، یعنی بیزنس های خانوادگی. خب اگر اینجوری است که شما در یه چنین شرایطی قرار است که بر اساس قرارداد کار بکنید، حالا پدر اومده 3-30% داده برای خودش و اون دو تا بچه به شما، به شما میگه چون من سهمم 40%، 10% به تو میدم. حالا من اگر بیام بپرسم که همسرتون نظرش چیه، به من چی میگه؟ همسرم که خب اونم فکر میکنه، یعنی مثل من فکر میکنه، ولی نظری نداره. یعنی خب میگه که خب مسئله خانوادگیتونه، به من مربوط نیست، ولی اونم حرف منو تایید میکنه. در واقع حالا یه سوال دارم، اگر فرض کنین درآمد شما از این هتل 100 دلاره، پولی که همسرتون در میاره چقدره و خرج زندگی شما چقدر؟ پول شما 100، اگر من بله اگر من 100 دلار باشه، مال شوهرم 300 دلار. و خرج زندگیتون چقدر؟ 400 دلار. خرج زندگیمون 200 دلار شد. پس بنابراین شما با پولی که شما و ایشون در میارید به راحتی میتونید زندگی کنید، درسته؟ بله مشکلی از اون. حالا دو تا برادرم مشکلی از نظر خرج کردن زندگی ندارن؟ نه ندارن. حالا بذارید من ازتون واقعا سوال کنم، اگر فرض کنید شما پدر و برادرها و حتی همسر شما نشسته باشید، فکر میکنید به توافقی میرسید یا به هر حال اشکالات و اختلافاتی یک در خانواده و یا در مسائل مربوط به بیزینس و اینا وجود داره که احتمالاً نتیجه مطلوب و خوبی ممکنه ازش بیرون نیاد یا مشکلاتی به وجود بیاد؟ چی فکر میکنید؟ من در جواب این باید بگم اول که این پدر که قبول کردن 10% رو به من بدن، خب ایشون گفتن که خب مشکلی پیش نمیاد به خاطر اینکه من از سهم خودمه و به اونا مربوط نیستش. و حالا الان مشکلی، یعنی مشکلی پیش حالا اگر من به پدر برگردم بگم آیا منصفانه است که شما 3-30% بردارید به دخترتون هیچی ندید، به من جواب چی میدن؟
پدر. فکر میکنم همین جوابی که دادن بله به خاطر اون مسائل بیزینسی قبلی و اینا. برای این حرفشون است که ما با هم 20 سال پایین و بالا رفتیم، اینا را زحمت کشتن، هفته ای ساعت 100 ساعت کار کردن، آخر کار ورشکست شدیم، همه چیز به هم ریخته. دختر من داشته زندگی خودش رو میکرده، کار به این کارا نداشته، اینجا هم اومده، شوهرم داره، مسئولیت هزینه هم به نوعی با توجه به برداشتی که در جامعه ایرانی با همسرش، دوتایی هم الان با پولی که من میدم و سهمی که میدن دارن زندگیشون در حدی که نیازشون هست میکنن، و بنابراین دیگه به مالکیت اینجا و یا سهام اینجا چرا چشم دارن؟ همچی حرفی زده؟ خب خیلی هم نامربوط نیست. نمیدونم بعد میگم الان این خب الان با پذیرفتنشون که گفتن 10% انجام میدن خب مشکلی نیست، فقط من یه مسئله‌ای که دارم اینه که الان همین 10% که به من 2-3 ماه گفتن هرچی پیگیری میکنم که انجامش بدن هی امروز و فردا میکنم. من میخواستم سوال کنم چرا فکر میکنید امروز و فردا؟ من که ایشون رو نمیدونم چرا امروز و فردا میکنن اگر به شما گفتن، رو قولشون نمیشه حساب کرد یا دلایل دیگری داره؟ چی فکر میکنید؟ حقیقتش نمیدونم، رو قولشون من فکر میکنم میشه حساب کرد، ولی دلیلی که پیش خودشون دارن هی امروز فردا میکنن احساس میکنم که شاید با برادرام مثلا مشکلی دارن در این مورد. به من یعنی خب نصب کنید آخه ببینید عزیز، شما که به من نمیتونید اطلاعاتی بدید که خودتون ندارید و من نظر بدم. شما فکر کنید برادران شما حالا یکیشون یا دوتاشون اگر برگرده بگه من میخوام 10% از سهم خودم رو به دخترم بدم، به خواهرتون بدم که اونم اینجا داره کار میکنه، هم دل خوش باشه هم درصدی داشته باشه، فکر کنید مخالفت میکنه؟ میگم که یکیشون فکر میکنه مخالفت کنه. اگر بهشون بگیم چرا مخالفی چی میگه؟ به ما نگید به خاطر ویژگی روانیش. برمیگردم میگم خواهر توه، تو اینجا هم کار کرده، الان هم داره کار میکنه، پدرم اومده از سهم خودش بهش داده، تو چرا مخالفی؟ به من چی میگه؟ فکر میکنم آخه هم دقیقا یه دلیلش همین ویژگی روانی که میفرمایی که خب کلن این مدلی هستش که کلن اصلا وقتی هم میخواد حقوق کارمندا رو پرداخت کنه خیلی تاخیر میکنه کلن، و اینکه چیزی به کسی بده خیلی مشکل داره، و اینم که با اینکه حتی خب از سهم خودش نیست بازم اینی که حتی بخوان بهش این خبر رو بدنم کلی طول میکشه، یعنی انگار راحت نیستن حتی برن بهش بگن که ما میخوام 10% به این بدیم مثلا، با اینکه تاثیرم تو سهم اون نداره. کلا ویژگی روانی شو واقعا، دلیل دیگه ای نمیتونم برش بدم. حالا خب برای ناراحت میشه خب بشه ویژگی روانی شو، منم متوجهم. فرض کنید پدر باید بگن اون برادرم که حرفی نزد ایشون خوب ناراحت میشن، خب بشه. شمایی که ایشون آنچنان با شما از نظر من سر جنگ داره که حرف بی خودی میزنه، اونم روی یه موضوعی که بهش مربوط نیست، من دیگه چه باید اهمیت بدم از اینکه موافق یا مخالفه یا ناراحت میشه یا نمیشه؟ ولی پدر چرا این کارو میکنه؟ میترسه که پسرش چه کنه؟ نمیدونم، میگم از اینکه اون چون همیشه حالت یعنی ناراحت میشه و خیلی ریاکشن نشون میده، مثلا فکر میکنم به خاطر این طول میده هی میخواد حالا فردا کنه تا نمیدونم. در حال ببینید عزیز، ببینید شما اشکال کار، بذارید من این خدمت رو عرض کنم، اشکال کار این است که بیزینس قوانین خودش رو داره، مدرسه قوانین خودش رو داره، فوتبال قوانین خودش رو داره، اما اگر شما اومدید اینا رو با هم مخلوط کردید هیچ کس سر در نمیاره دیگه، بحث درست و غلط و قوتش نامشخصه. در قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم که من هر وقت دوستان خواستن جز در مواردی که مجبورن بیزینس خانوادگی داشته باشن باش مخالف بودم، برای اینکه گفتم حتما مسائلی رو در هر کدام که وجود بیاره هر دو رو به هم می‌ریزه، و ضمناً کسی هم سر در نمیاره که درست و غلط و خوب و بد و عادلانه و منصفانش کجاست. یعنی این الان موضوع شما، یعنی همه جوری میشه بهش نگاه کرد. پدر یا برادران میتونن یک داستان 20 ساله تعریف کنن که اصلا فرض کنید بگن دو خواهر ما با تو خونه که بود یا ازدواجی کرد به گونه مثلا زندگی راحتی داشت، ما اینقدر پایین و بالا رفتیم چهار دفعه خونمونو مثلا از در مثال دارم میگم. و بنابراین شما میگید خیلی خوب، اینا به هر حال سه تا آدم بودن، دو تا برادر و پدر با هم کار کردند و تو این مسیر
آسیبای فراوانی خوردن، نگرانی‌های فراوانی داشتن، پایین و بالا رفتن، آخر کار ورشکست شدن. شاید اصلا دلیل خروجشون از ایران هم همین باشه و اول و شما رو یه دفعه آمدید میگید من اینجا چون شما نبودید من کار کردم، مثل که کارمندم میتونه اونجا کار کنه، ادعای مالکیت نمیتونه بکنه. بعدم شما با همسرتون زندگی خودتون رو داشتید، الانم دارید و به دومر کار. یعنی میدونید مسئله چه اشکال کار این است که قوانین فرض بر اینه که بر اساس عدالته، اما وقتی قوانین با قوانین دیگه مخلوط میشن همه رو گرفتار میکنن. برای بیاد اصلا صحبتی که من الان با شما دارم رو برای گفتگوییست که بین من و شما، چه فکر میکنید فایده و یا چه نتیجه ای داره با توجه به اینکه شما از یه طرف یه برادری دارید با ویژگی خاص، یه برادری دارید به گونه دیگر ولی به هر حال همراه با شما، پدری دارید که میخواد این وسط موضوع ها و مسائل حل کنه، تازه این پدر چه تو کار بیزینس بوده ولی آمده توی کشورهای غریب با یه قواعد و قوانین عجیب و در مقابل سه تا فرزندش که رفتن ازدواج کردن، دو همسر دارن، دو بچه دارن. یعنی میدونید شما همین جوری به این معادله‌ای که میخوایم حل کنیم هی مجهولای تازه رو وارد سیستمش میکنید، کسی راه حل نداره. بنابراین اگر پدر شما به هر حال اون 10% به شما بده، اگر شما اونجا دارید کار میکنید، اگر یه حقوقی میگیرید متناسب با کارتونه، خب این دیگه حد اکثر چیزیست که میتونید فعلا داشته باشید تا بعدا ببینید چی میشه. بله خیلی ممنون، من جوابمو گرفتم. آره بنابراین خودتون رو اینقدر اذیت نکنید، امیدوارم یه جوری حل بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنونم، محبت کردین، خدا نگهدار. خواهش میکنم.